ببین عزیزم، هر کشوری توی این کره خاکی آداب و رسوم خاصی داره که شاید برای کشورهای دیگه عجیب باشه، ولی مردم اون کشور به این رسوم احترام میگذارن. مثلا توی کشور اندونزی یک قبیله وجود داره به نام قبیله دنی که برای فوت هر یک از اعضای خانواده یکی از انگشتای دست خودشونو قطع میکنن. یعنی اگه من عضو این قبیله بودم و مثلا 10 خواهر و برادر داشتم، دیگه بعد از یه مدت نمیتونستم حتی یه لیوان آب بردارم بخورم، چون دیگه انگشتی ندارم که لیوانو دستم بگیرم. یا توی جنگل‌های آمازون یک قبیله وجود داره به اسم یانونامی. اگر کسی توی این قبیله بمیره، اعضای قبیله جسد این مرحوم مغفور تازه درگذشته رو سریعاً تیکه تیکه میکنن و میخورن برای شادی روح این مرحوم. یا مثلا در بعضی از نقاط کشور تایلند و ویتنام، هر دختری که به دنیا میاد توی سن 2 یه حلقه فنری دور گردن این بچه میندازن، برای اینکه گردن اون دختر دراز بشه. اون دختر بدبختم حق نداره این حلقه رو از دور گردنش باز کنه، چون در این نقاط دنیا داشتن گردن دراز نشان دهنده زیبایی اون خانم محسوب میشه، مثل این خانم زیبا. یا مثال دیگه، توی ایران شما اگه برای شام یا نهار جای دعوت باشی و بری سر سفره و غذا نمک نداشته باشه، خیلی راحت میگی داداش بی زحمت اون نمک رو بده من. ولی اگه توی مصر این کارو بکنی، کتبانوی اون خونه با لنگ دمپایی میفته دنباله. آخه این حرف توی مصر یعنی دستت نمک نداره. یا مثال دیگه، در کشور روسیه روز 12 سپتامبر رو روز زایش نامگذاری کردن. در این روز ادارات و شرکت‌ها تعطیل می‌کنن و زن و شوهرها حتماً باید برن با همدیگه یه ملاقاتی داشته باشن، اونم پشت درهای بسته، که البته از جزئیات این ملاقات پشت درهای بسته اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ولی معمولاً 9 بعد نتیجه این ملاقات معلوم میشه که دختره یا پسر. حالا همه آداب و رسوم دنیا اینجوری عجیب و غریب نیستن. ما رسومی داریم که خیلی هم زیباست و قابل احترام، مثلا توی ایران خودمون. آها درست حد زدی، توی این کلیپ میخوام درباره چهارشنبه سوری حرف بزنم، پس تا آخر کلیپ رو حتما ببین که قرار نکات جالبی بگم. مبادا بلنشی از کلاس بری بیرون. بی زحمت سابسکرایب و زنگوله و لایک و کامنت هم فراموش نشه. ممنون. بذارید اول چند تا حدس و گمان درباره پیشینه این جشن رو بگم، بعدش میخوام چند تا از رسوم زیبای این جشن رو بهتون بگم که خیلی جالبه. طبق نظر ابو ریحان بیرونی، این آقا یعنی آقای هرمزد یکم که از پادشاهان ساسانی بوده، دستور داده تا توی مکانهای عمومی و مهم شهر آتیش درست کنن برای گندزدایی و پاکیزگی هوا. این شده پایه و اساس چهارشنبه سوری. از نظر استاد ابراهیم پورداوود، که حتما باید در آینده این بزرگ مرد رو خدمت شما معرفی بکنم، چهارشنبه سوری ریشه در گاه شمار زرتشتیان داره و به جشن نزول فروهرها اشاره میکنه که 6 قبل از نوروز برگزار میشده. ولی این خانم، یعنی خانم کتایون مزاپور، نویسنده و پژوهشگر زرتشتی، نظر دیگه ای داره. نظر ایشون اینه که خیلی از جشن‌های ایرانی مال قبل از ورود آریایی‌ها به ایران بوده و اصلاً زرتشتی نیست، مثل همین جشن چهارشنبه سوری. یک نظر دیگه هم وجود داره که بیشتر جنبه میتولوژیک و جنبه افسانه‌ای داره، که میگه چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش یادمان عبور سیاوش از آتشه.
به هر حال با اینکه چهارشنبه سوری یک جشن ملی ایرانی محسوب میشه، ولی بعضی از علمای دینی این جشن رو به دین اسلام و تشیع نسبت میدن. نظر این علمای دینی اینه که این جشن به مناسبت قیام مختار ثقفی برای خونخواهی حسین ابن علی بوده. دلیل این آقایون هم اینه که چون این قیام روز چهارشنبه شروع شده و یاران مختار هم برای اعلام کردن قیام خودشون بالا پشتوم خونه خودشون آتش روشن کردن. البته این دوتا نظر دینی زیاد مهم نیست، چون توسط شواهد تاریخی رد شده. بعضی از علمای دینی هم که کلن چهارشنبه سوری رو رد میکنن، مثل مرتضی مطهری، ناصر مکارم شیرازی و احمد خاتمی که کلن به نکوهش این جشن پرداختن. البته نظرات دیگه هم در خصوص پیشینه چهارشنبه سوری هست که دیگه توضیح نمیدم که حوصله شما سر نره. حالا بریم سراغ آداب و رسوم چهارشنبه سوری. پریدن از روی آتش. معروفترین رسم این شب که دیگه هر ایرانی اونو میدونه پریدن از روی آتشه، که مشخصه این جشن محسوب میشه. ایرانی ها توده های آتش رو در تعداد فرد، مثلا 3 توده یا 5 توده آتش درست میکردن و 3 بار از روی آتش میپریدن. اونا معتقد بودن که با این کار زردی و بیماری خودشونو به آتش منتقل میکنن و سرخی و شادابی آتشو به خودشون. موقع پریدن از روی آتش هم این شعر رو میخوندن: زردی من از تو، سرخی تو از من، غم برو شادی بیا، مهنت برو روزی بیا. خب الان آتش روشن کردن و از روی آتش هم پریدن، ولی آتش بازی فقط به اینجا محدود نمیشه. تازه بعد از تموم شدن آتش هنوز ادامه رسم باقی مونده. یعنی چی؟ الان بهتون میگم. ایرانی ها خاکستر آتش چهارشنبه سوری رو نحس میدونستن. برای همین بعد از اینکه آتش خاموش شد، اگه این آتش داخل حیات بوده باشه، خاکستر این آتش رو جمع میکردن و میدادن دست یه دختر بچه، که اون دختر بچه این خاکستر رو ببره بریزه یا توی آب روان که آب اون نحسی رو با خودش ببره، و یا اینکه بریزه سر چهارراه‌های اصلی شهر تا این نحسی زیر پاهای مردم شهر از بین بره. تازه موقع برگشتن به خونه اون دختر بچه باید خودشو حسابی میتکونده که اثری از نحسی با خودش نیاره. وقتی هم میرسیده جلوی در، اون دختر بچه بدبخت یه لنگ پا با میسده جلو در و تق 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 در میزده. کیستی؟ منم، دخترتان. از کجا میایی؟ از عروسی. چه آورده ای؟ تندرستی، سلامتی. تازه اینجا در رو باز میکردن و دختر بچه میومد داخل خونه. کوزه شکستن. رسم دیگهی که در بین ایرانی ها مرسوم بوده کوزه شکستن بوده. ایرانی ها شب چهارشنبه سوری کمی زغال، کمی نمک و 1 سکه کم ارزش رو داخل یک کوزه میذاشتن و هر یک از اعضای خانواده این کوزه رو 1 بار دور سرش میچرخونده و آخرین نفرم این کوزه رو با خودش میبرده بالا پشت بوم و به داخل کوچه مینداخته. حالا معنی این حرکت چیه؟ ایرانی ها زغال رو به نشانه سیاه بختی، نمک رو به نشانه شوربختی و 1 سکه کم ارزش رو به نشانه تنگ دستی داخل کوزه میگذاشتن، و وقتی این کوزه رو به داخل کوچه مینداختن و این کوزه میشکست، از شر سیاه بختی و شور بختی و تنگ دستی به عقیده خودشون راحت میشدن. فردای اون روزم اگه بچه ها هنگام بازی کردن داخل اون کوچه اون 1 سکه رو میدیدن اصلا بهش دست نمیزدن، چون میگم این 1 سکه نشان دهنده تنگ دستی بوده. برای همین کسی به اون 1 سکه دست نمیزد. حالا بریم سراغ رسم دیگه. فالگوش وایستادن. ایرانی ها اصلا فالگوش وایستادن رو کار درستی نمیدونستن، ولی شب چهارشنبه سوری استثناء بوده.
توی این شب دخترای مجرد برای اینکه بدونن آیا در سال آینده بختشون قرار باز بشه یا نه، یواشکی میرفتن گوشو کنار کوشه وای میستادن و به حرفای مردم رهگذر گوش میکردن. اگه این رهگذرها حرفای شیرین و امیدوار کننده می زدن که دخترها خوشحال می شدن و منتظر می موندن که در سال جاری یک پسر بیاد تا بابای دختر اونو به غلامی قبول کنه. اگرم حرفای ناراحت کننده و ناامید کننده می شنیدن که هیچی دیگه، به زمین و زمان گیر می دادن که وای من چقدر بدبختم، مگه من چیم کمه، چرا شوهر نمی کنم و از این قبیل حرفا. قاشق زنی. رسم دیگه که توی این شب برقرار بوده قاشق زنیه. دخترها برای رفع حاجت و باز شدن بختشون یه کاسه مسی بر می داشتن و روی سرشون هم یه پاچه می کشیدن و می رفتن توی کوچه و جلوی هفت تا خونه بدون اینکه حرفی بزنن شروع می کردن ترق و تروق قاشق رو به کاسه می کوبیدن. اگه صاحب خونه آجیلی چیزی توی کاسه اونا میریخ که خوشحال میشدن و بازم امیدوار میشدن که در سال جدید پدرشون یک پسر رو به غلامی قبول کنه. اگرم چیز دندونگیری به دست نمی آوردن که بازم مثل رسم قبلی به زمین و زمان گیر میدادن که وای من چقدر بدبختم، وای مگه من چیم از بقیه کمتره، چرا شوهر گیر نمیاد و غیره. شال اندازی. رسم دیگه ایم که متداول بوده شال اندازی بوده، به این صورت که این بار اکثرا پسرها چند تا شال رنگی رو به هم میبستن و یک تناب درست میکردن و میرفتن بالای پشت بوم دوست یا آشنا. توی خونه های قدیمی بالای پشت بومشون یه سوراخی تهویه میکردن برای تهویه هوا. اونا این شال رو از این سوراخ آویزون میکردن پایین و با صدای بلند سرفه میکردن، یعنی من اومدم. صاحب خونم هر چیزی که دم دست بود سر این شال میبسته و شال انداز بالا میکشیده. اگه نون میبسته نشانه نعمت، اگه شیرینی بوده سمبل شیرین کامی و خوشبختی، انار سمبل اولاد زیاد در آینده، بادوم و فندق سمبل استقامت، گردو سمبل طول عمر، کشمش سمبل پرآبی و پربارانی و سکه نقره نشان سپیدبختی. البته از این شال اندازی برای مقاصد دیگه هم استفاده می شده. مثلا اگر شما پسر بودی و عاشق یک دختر، از اونجایی که اون موقع مثل الان دوست داشتنها علنی نبوده، با آویزون کردن این شال از اون دختر میپرسیدی که آیا در سال جدید بابات نمیخواد کسی رو به غلامی قبول کنه؟ اون دختر هم جوابش رو با اون خوراکی که سر شال شما میبسته بهت منتقل میکرده. اگر یکی از چیزایی که گفتم رو میبسته، یعنی بابا میخواد یکی رو به غلامی قبول کنه، بلند شو با ننت بیا واسه خواستگاری. اگرم چیزی نمیبسته که هیچی دیگه، یعنی میخوام ادامه تحصیل بدم. خب رسم و رسوم دیگه ای هم وجود داشته که اگه بخوام توضیح بدم این کلیپ طولانی میشه و حوصله شما سر میره. به هر حال چهارشنبه سوری یک جشن زیبای ایرانی بوده و هست، ولی نه به این صورت که الان میبینیم. این چهارشنبه سوری که بخواد چهره شهر رو به یک شهر جنگ زده شباهت بده، به نظر من جشن که نیست، هیچ، یک بلا و مصیبته. چهارشنبه سوری شما مبارک، ولی خواهش میکنم مواظب سلامتی خودتون و اطرافیان خودتون باشید. باور کنید این ترقه بازی که الان توی این شهرها رایج شده ربطی به فرهنگ ایرانی نداره. یکم عاقل باشیم. مگه جنگه؟